بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه پاورپوینت خوش آمدید. ما همیشه مقصد ما در پاورپوینت جذابیت کار است و با خود از اینکه دیگه هم جذابتر بسازیم از سمارت بیشترین استفاده خواهد داریم. اینجا شما ببینید یک لیست ما نشر کردیم آفیس اپلیکیشن در عنوان و برنامه هاش دیگه نشر کردیم و قرار است که اینا رو خیلی جذابتر بسازم. پس با خود تبدیل اینها به سمارت کار ساعتری که از طریق هوم ما قبلا هم انجام دادیم کار میگیریم و حال میشه که یکی از دیزاین ها رو شما انتخاب کنیم. ببینید که چقدر راحت میشه این رو ما دیزاین بتیم و تغییر شکل بتیم. اینه هرگاه بخوایم تغییر بتیم راحت اینا دیگه تغییر میخورن. اما با فیلم لست سلکت میکنم و قرار باشه که ما برم دیگاه میره تغییر از روی لست بتم، پس میشه که اینا رو سلکت کنم و حال راحت میتونم بلی ایکن ورد کلیک کنم و برم از تاک یا از هر جای عکس ام اس ورد بیارم. خب خیلی خوب، من میخوایم در اینجا چند گزینه های دیگه هم کار کنم. به این دلیل میرم سوی بخش از سمارت آرتس که چینج کلر هست و رنگ تغییر دادم میتونم از این قسمت و میتونم دیزاین مزید از اینجا انجامش بدم و اگر خواسته باشم پس به طور عادی تبدیل کنم، ریست کردم میتونم و هرگاه بخوایم اینا رو انیمیشن بتم، حرکات بتم، میشه که پس با شیپ تبدیل کنم. پس کنورت تو شیپ با شیپ تبدیلش میکنه که بعدش شما انگروپ کرده میتونم و قرار باشه که پس این رو با تکست تبدیل میکنن، چرا نه گزینه کنورت و کنورت تو تکست هم داریم که پس به متن تبدیل کرده میتونم. میرم سوی این لست. در این لست واقعا ما گرافیک کار دارم که مقبول‌تر بسازم. باز هم ما کنورت استفاده میکنم و حال میتونم این یک لست سلکت کنم، اما از این بیشتر ما میخوایم، پس از این بیشتر شما سلکتش کردن میتونیم و کدام شکل و دیزاین باشه اختیار پیش ماست و سلکتش کردن میتونیم. به طور مثال من این یکی رو سلکت میکنم و حال باش رنگ هم میتونم که مجزا معلوم شود و دیزاین هم باش اجرا میکنم. ببینید که از اول چقدر مقبول تر و چقدر راحت تر شد. حال ورد یک پاورپوینت که نشتر کردیم، بخشش هم دیگه دیزاین است. سمارت آرت نه تنها به خاطر تکست است بلکه به خاطر پیکچر است. ببینید که عکسایی که ما اینجا آوردیم سایز های مختلفی به خود داره، یکیش خرد، یکیش بزرگتر، یکیش اندازه های متفاوت و حال همه اینا رو باید تنظیم کنم به یک اندازه بسازم و وقت کافی هم نیست. پس شیفت بگیرین و هر یکی رو با کلیک ماوس سلکت کنین و بیاین سوی بخش از پیکچر و در خود پیکچر در پایین در پیکچر لی اوت بین. یعنی شما هر وقتی که بخواین اینا را هم با کمک سمارت آرت بک تنظیم و یک ترتیب دادن میتونین و حتی باش تیکس هم تایپ کردن میتونین، یک خوبی اضافه تر. با فیلن اگر پیکچر کپشن لیست من انتخاب کردم و قرار باشه اندازه رو تغییر بدم، پس سایزی که در کنار هست رو کش میکنم و چقدر راحت میشه این رو ما تغییر دیزاین بدیم. حتی میشه که دیگر ردیف پارت میشه دو ردیف بسازم. پس کار اینجا چقدر راحت است که ما شما قبلا چقدر الائمنت و دیزاین و دیستریبیوت رو و کالم ویدلی را استفاده میکنیم، اما اینجا کار چقدر آسان و راحت. حتی میشه که دبانش تکس من نشته کنم که هرکی کدام میواز. خب میرسیم سوی مورد بعدی ما که چارت هست و چارت در برنامه اکسل یا ویدیو های اکسل ما هست. شما در اینجا دیدن میتین که کدام نوع چارت در کدام صورت استفاده میشه، اما در اینجا هم کاربرد زیاد داره چون پریزنتیشن هست و طبعا است که شما ارقام میخوان به چارت نمایش بدین انتخابش کردن میتونن. شما میتونید که از برنامه اکسل کدام چارت اگر دوست داشتین مستقیم هم پیست کردن میتونن. به طور مثال میرم سوی برنامه اکسل خود و اینجا دیگه چارت رو باز کردیم، فقط سلکتش میکنم، میتونم کپی بگیرم و بیام داخل پاورپوینت و اینجا پیست استفاده کنم و میبینید که امکانات چارت باز هم هست. یعنی شما هر وقتی که بخواید اینو چینج کردن میتونید، تغییر دیزاین دادن میتونید. این خیلی راحت شما اگر اکسل کار میکنین چارت ساخته اینجا میارین و یا اینجا کار میکنین یک پس. طبعا ما میخوام که چیز دیگه متن نباشه، را کلیک لی اوت و بلانک سلکت کردم میتونم که فقط چارت دیگه خوانده بتونم و اقسام چارت دیگه را شما حتما در ویدیو های آموزشی اکسل ببینین که همه اینا رو ما براتون ساختیم. شما الجام برین بیاموزین و میشه که داخل پاورپوینت هم استفاده کنین. مورد دیگه که در داخل پاورپوینت خیلی جذاب و پرکاربرد هست بخش از اد انس است. ببینید که بعضی از دکمه هایی که من دیجی دارم، بعضی اپلیکیشن کوچک که دارم، زیادتر وقت در کامپیوترها نمیباشن. یعنی اینا مجزا انستال میشه و چگونه انستال میشه؟ اول شما باید در خود مایکروسافت لاگین شوین که خیلی راحت در روی فایل بین در بخش اکاونت کلیک کنین و آپشن لاگین دیجی برتم من و لاگین کردن میتونه کلیک ماوس کنین و مایکروسافت اکاونت خود لاگین شوین و حال که لاگین هستم میرم روی اد انس و گت اد انس کلیک ماوس میکنم. اینجا دیگه هزارها اد انس هست که شما میتونید از روی اینترنت دانلود کنین، اما اگر خواستین روی اد انس هایی که خودتون اضافه کردین تصمیم بگیرین، پس بالای مای اد انس کلیک ماوس کردن میتونین.
و فعلا اضافه کردن هر عدس خیلی خیلی ساده خواهد بود. فقط نیاز است که مدیج اد کلیک ماوس کنم و اتومات می کنتینیو و انستالش کردن میتونم. یعنی خیلی دیگه تنظیمات کار ندارم. اما در مای ادس اگر بیم و ادن هایی که خودم اضافه کردیم یک بگ بالش تصمیم گرفتم میتونم. مثلا میشه که من یکی از ادنس ها رو رموف کنم در بالای سه نقطه کلیک ماوس و رموف استفاده کردن میتونم. خب حالا که من این ادنس ها رو آوردیم، حالا مورد استفاده اینا چی است؟ آیا میشه یک مثال کار کنیم؟ ببینید اینجا ما یک ادنس اضافه کردیم به نام پیکسلز. ما خیلی راحت عکس ها از روی ازی داخل پاورپوینت اضافه کردن میتونم. سایز رو خواهی خود سلیک میکنم میدیم، به می دلیل باید فقط درگ اند دراپ کنم و روی سکرین خود اضافه کردم. و عکس دیگری که لازم هست واقعا میتونم که بک برم یا کنسلش کنم و دیگه عکس های دلخواه خود سلک کنم که واقعا به خاطر پرزنتیشن ما و یا رنگ دادن یا پرمعنی ساختن پرزنتیشن ما مناسب تر باشم. خب دیگه ایموجی چیزی هست که زیادتر وقت در خود موبایل شما هست و حال از طریق ایموجی میتونم هر ایموشن که هست میتونم ری سکرین بیارم و اضافه کنم. فقط کلیک ماوس میکنم و اضافه کردم میتونم و ایموجی های بیشتر و میشه سایز های مختلف هم سلک کنم. آپشن دیگری ما در اینجا کانتنت چوزر است و خیلی ابزار جالب این هم به خاطر عکس ها هست و خیلی چیزا به خود داره. میتونید به خاطر پرزنتیشن خود از این عکس ها استفاده کنید و حال وقتی که ما کلیک ماوس کردیم میشه که ما شما روی سکرین اینها را هم درج کنیم و بیاریم. کیفیت این عکس ها خیلی جذاب و خیلی بالا هست و هیچ یک اینا کاپی رایت به خود نداره، پس دل جمع میتونید روی پرزنتیشن پارتن و استفاده کنید. خب حال میخوایم یک ابزار دیگه که بسیار به ما جالب است، تمپلیفای است. یعنی اگر بخوایم مکمل پرزنتیشن خود جور کنیم با چیکار کنم؟ مورد استفاده تمپلیفای طوری است که شما بالای تمپلیفای کلیک ماوس کنید و حال کدام چیز شما کار دارین؟ تصویر کار دارین و یا پرزنتیشن؟ من پرزنتیشن خود انتخاب میکنم و انواع پرزنتیشن دیگه هست، لایبرری به خود داره. به فین فارس کلین کمپانی پرزنتیشن من میخوایم، پس کلیک ماوس میکنم و حال چون دیتای خود از اول متن اینجا تنظیم کردیم، کریت کردیم، فقط یک کریت دیگر لازم است. اما با خود از این کلاسیفیکیشن خود انتخاب میکنیم که با کدام شکل است. با فیلم من انتر نسلک میکنم داخلی و تاریخ خاص امروزی هم برش گرفتیم و کریت اف شامیتم. و حال ببینید که هیچ نیاز نبود که مبزاد زحمت بکشم و پرزنتیشن مکمل بسازم، بلکه اینجا اتومات با یک کلیک ماوس همه پرزنتیشن های من ساخته میشه. این بخیر، با کلیک ماوس تانستیم از طریق تمپلیفای ما شما یک تمپلیت کامل از بخش این ابزار بسازیم. ببینید که همه اینا دیزاین های خیلی جذاب با خود داره و هر وقتی که خواستین میشه که دیتا اینا رو تغییر بدین. پس ابزارهای مختلف روی پاورپوینت شما اضافه کردن میتونن و هر یکی مورد استفاده و کاربردش فرق میکنه. با چند کلیک ماوس شما یادش رفتن میتونن.